بسم الله الرحمن الرحیم به بخش دیگری از برنامه های زنده در تاریخ امروز 30 ماه اوت سال 2018 ساعت لختی از 5 بعد از ظهر گذشته به وقت غرب آمریکا در حضور شما هستیم. در ساعت گذشته بیشتر وقت ما مصروف این موضوع مهم گردید که آیا در اسلام سیستم قانونگذاری و سیستم اداره امور سرزمین ها یا به بیان دیگر حاکمیت سیاسی مستقیما تابع قرآن است و یا تابع شورای مردمی و آراء قرآن در این زمینه چگونه است و اینکه قرآن میگوید من کتاب هدایت و تعلیم هستم و بشر مختار و مسئول و معقول آفریده شده، آیا این مشخصاتی که به انسان داده می شود با نصب قانون از طرف خدا، قانون سیاسی و اجتماعی منظور من هست، آیا نصب قانون اجتماعی و سیاسی از طرف خدا مغایر و مباین با این اصول تعریف شده در قرآن هست یا نیست؟ یعنی آیا قرآن می تواند از سوی ما رو مختار بیافریند و مختار بنامد و مسئول بداند و معقول بداند و به ما قدرت بدهد و آزادی بدهد و اختیار بدهد که تعلم بپذیریم یا نپذیریم، هدایت بشویم یا نشویم و بر اساس این برای ما پاداش و جزا معین کند؟ این اصول قرآن است، پایه های حکمت قرآن و اساساً هویت قرآن است. اون وقت خدایی که همه چیز رو بر مبنای اختیار قرار داده و عقل رو بر مبنای اختیار، تعلیم رو بر مبنای اختیار، پاداش و جزا رو بر مبنای اختیار قرار داده، این موجود مختار رو با قانون مهار کنه و باز هم او رو بدون داشتن اختیار اختیارمند به حساب بیاره و او رو تنبیه کنه. ببینید این تبایناتی که به وجود میاد هیچ کدام اینها معقول نیست و خدا رو در جایی قرار میده که از عدالت خارج میشه و اصلا نمیتوانه خدایی چنین وجود داشته باشه. سیستم قانونگذاری در اسلام سیستمی است که قرآن مردم رو هدایت میکند، مردمی که هدایت میشوند ارزش هایی رو که پیدا میکنند با داشتن حق حاکمیت فردی، این ارزش هایی رو که آموختن با این حق اینها رو ممزوج می کنند و به نمایندگان خودشون در شورا منعکس می کنند و توصیه می کنند. فرض کنید یک جایی 10 میلیون جمعیت داره، 100 نفر از طرف این 10 میلیون نفر وکیل می شن یا نماینده می شن در مجلس قانونگذاری که این 100 نفر هر کدومشون نماینده چندین هزار آدم هستند، چندین هزار عقیده هستند و این عقاید در این شورا تعدیل میشه و تبدیل به قانون میشه. فرق قانون با هدایت در این است که هدایت مخل اختیار نیست و حد هدایت بیرون ایستادن از اختیاره. یعنی هدایت تفاوتی که با حکومت داره در اینه که حکومت تحکیم میکنه، یک امری رو واقع میکنه خارج از اختیار شما. هدایت تحکیم نمیکنه بلکه تعلیم میکنه، علم به شما میده، بر شما حاکمیت نمیکنه، شما رو مجهز میکنه، شما رو مقید نمیکنه. قرآن از آغاز تا پایان میگوید من کتاب هدایت هستم. به پیامبران میگوید که شما برای بشارت آمده اید، شما برای تنذیر آمده اید، شما برای تذکر آمده اید، شما برای موعظه آمده اید، شما برای برحذر داشتن آمده اید. خدا میگوید من خدا، کلامم در این قرآن که کلام من خداست، در این قرآن من گفتم، کلام من فقط، نه اینکه هم فقط، شامل هدایت است،
شامل موعظه است، شامل اخطار است، شامل اظهار است، شامل تعلیم است. یعنی شما رو آگاه میکنم من از اون چه که هستید و اون چه که باید باشید. شما رو آگاه میکنم از اعمال و افعالی که باعث زیان شما میشود و اعمال و افعالی که باعث منافع شما میشود. کارهایی که اگر انجام بدهید جامعه رو به مخاطره میاندازید، کارهایی که اگر انجام بدید جامعه امنیت پیدا میکنه، کارهایی که اگر انجام بدید جامعه ثروتمند میشه، کارهایی که اگر بکنید جامعه فقیر میشه، از بین میره و به دست دیگران اسیر میشه. جامعه ای که اگر این کارهایی رو که من میگم انجام بدید، همه با هم دوست میشید، همه با هم مودت پیدا میکنید، جامعه متحد میشه، یک پارچه میشه، قوی میشه، به طرف تولید ثروت میره و نهایتاً عدالت اجتماعی در جامعه به وجود میاد. این چیزهایی است که قرآن به شما یاد میده و بعد شما رو رها میکنه، میگه تو حالا با این اختیار، با این عقل، با این استعداد، با این قوه و قدرت و حق حاکمیت فردی که بهت دادم، برم میدان ببینم چه میکنی. اولین کاری که ما در این میدان زندگی میکنیم ایجاد قانونه، و الا در جامعه اگه انضباط وجود نداشته باشه جامعه چطور میخواد زندگی بکنه؟ نتیجتا در جامعه باید منضبط بشه. جامعه کی انضباط رو ایجاد میکنه؟ همین آدم هایی که در این جامعه زندگی میکنن. خدا که در این جامعه زندگی نمیکنه که کاری به انضباط شما داشته باشه. خدا یک سری احکامی، یک سری داستانهایی، یک سری تعالیمی به شما داده، عقل و استعداد و فهم و شعور و امکان، همه اینها رو هم به شما داده. ما با داشتن این امکانات و ما با داشتن سرچشمه فیاض هدایت که در واقع ریسمان و حبل ماست با خدا، هدایت ریسمانیست، هدایت وسیله است که یک طرف اون به دست منه، یک طرف اون به دست خداست. یعنی شما به وسیله و به واسطه ریسمان با خدا متصل میشید و هدایت میشید. حالا این آدمی که هدایت شده و اتصال دائم داره به وسیله کلام خدا با خدا، دارای حق حاکمیت فردی است. اولین کاری که میکنه جامعه رو میخواد منضبط بکنه، انضباط به جامعه بده. یعنی چه بکنه؟ یعنی چون مثلا 10 میلیون آدم که نمیتونن توی یک سالونی جمع بشن رأی بدن قانون درست کنن، برای تسهیل این امر در 2-3 مرحله این کار انجام میشه. یا حزب تشکیل میدن، سمت تشکیل میدن، جمعیت تشکیل میدن، شهر تشکیل میدن. گروه ها کم کم نمایندگی میکنن همدیگر رو، نهایتاً 10 میلیون نفر تبدیل میشه به 100 نفر آدم در یک شورا. اینها به نمایندگی از طرف این 10 میلیون قانون وضع میکنن، این قانون رو میدهند به یک شورایی که باز همین مردم اون شورای اجرایی رو انتخاب کردن، این قانون رو به اون شورای اجرایی میدن که اجرا بکنه. و شورای اجرایی میگوید من چون تخصص ندارم در اینکه چگونه این قانون رو بخوانم، سواد خواندن قانون ندارم، من مجری هستم، تو قانونگذار هستی، تو اجازه قضاوت نداری، اجازه اجرا هم نداری. من بیچاره که باید این قانون رو اجرا بکنم، من یک مقام سومی لازم دارم که اون مقام سوم قانونی رو که تو گذراندی شورا نگاه بکند، به من بگوید که این قانون چطور باید اجرا بشود. همین، مشاور من باشد ولی کنار بیستد، دخالت در کار من نمیتواند بکند، ولی تعیین بکند که این قانون چطور با واقعه با هم تطبیق میکند. وضع قانون، تطبیق قانون، اجرای قانون، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه اجراییه، اینها از هم جدا هم باید باشن. هیچ کدام اینها نمیتوانند همدیگر انتخاب کنند. قوه مجریه اجازه نداره که قوه قضاییه انتخاب بکنه، قوه مقننه قانونگذاری اجازه نداره که قوه اجراییه درست بکنه، بگه آقا شما بعد از این پرزیدنت باش،
مجلس اجازه این کار رو نداره در هدایت قرآنی. الان در آمریکا تقریبا همین طوره، یعنی نمایندگان مردم، نمایندگان مجلس آنچنان نفوذی در قوه اجرایی دارند که قوه اجرایی تقریبا استقلال نداره. این تداخل نیروها نبایستی که در قرآن اینها را قبول نداره که اینها باید با هم مخلوط باشن، هر کدوم اینها باید جای خودشون باشن. قانونگذار وضع قانون کنه، مجری قانون نصب قانون کنه و قاضی قانون چگونگی تعلق قانون به وقایع رو در تطبیق اندازه‌گیری بکنه و تشخیص بده. هم قاضی رو باید مردم انتخاب کنن، هم مجری رو مردم باید انتخاب کنن و هم قانونگذار رو مردم باید انتخاب بکنن. حالا در صدر اسلام وقتی که از جامعه فئودالیته، جامعه‌ای که یک نفر آدم مالک بقیه آدم ها بود، خر و آدم و گاو و شتر و همه اینها در یک مقام بودند، از اون جامعه فئودالیته جاهلیه بشر میخواد به مدرن ترین سیستم دموکراسی موجود در دنیای امروز، هنوز به پای حکومت صحابه پیامبر نرسیدن، خوب بودن، بد بودن، متجاوز بودن، هر چه بودن، هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا حتی تا امروز در قرن 21 حکومت پیشرفته ترین اینها که حکومت فنلاند باشد، هنوز معادل آزادی هایی که در مورد حکومت صحابه داده می شد به اینها داده نشده و این دموکراسی وجود نداشته. البته تفکیک قوا وجود داشته در مورد صحابه، ولی نه به این شدتی که من عرض میکنم، که البته شرایط اون روزگار رأی اونها رأی الکترونیک نمیدادن در زمان عثمان، پس عثمان آدم بدی بوده. چرا؟ برای اینکه کامپیوتر در اون زمان نبوده، رأی رو نمینداختن در کامپیوتر و کامپیوتر شماربندی نمیکرده. این ظواهر کار رو اگر کنار بگذارید، ببینید جامعه‌ای که داره در دل اسلام متولد میشه، جامعه سیاسی میاد بیرون، یک حکومتی که حکومت فئودال بود، حکومتی که مالک مردم بود، پسر مادر خودش رو از پدرش به ارث می برد برای همخوابگی و بعد چند تا پسر بودن با هم از مادرشون استفاده جنسی می کردن. ما راجع به این محیط داریم صحبت می کنیم، راجع به سوئیس صحبت نمی کنیم. از این شرایط، از این وضعیتی که وجود داشته، وضعیتی به وجود میاد که پیامبری که همه مردم او رو پدر معنوی خودشون میدانستن، الان هم مسلمان ها میدانند، میسته در مقابل مردم میگوید مردم 20 سال گذشت از بعثت من و همه شما میدانید که بر من چه آمده، یک روز خوش نداشتم از دست دشمنان فئودال. الان آرامش نسبی در مکه به وجود آمده، مردم به موجب قرآن، مردم به موجب قرآن برای خودتون حکومت انتخاب کنید، مردم به حکم قرآن برای خودتون حاکم یا رئیس جمهور انتخاب بکنید. کی محمد؟ کی؟ سال 20 بعثت. برداشت او از قرآن این بوده که حق حاکمیت فردی باید حاکم بر جامعه باشه و حق حاکمیت فردی باید تبدیل به شورا بشه. چه کسی اولین حکومت دموکراتیک اسلام رو تشکیل داد؟ محمد. او تشکیل داد و او نماینده مردم شد، نه نماینده خدا. مردم، من درباره کسی حرف میزنم که رسول است و در اعتبار رسالت زندگی میکنه، نبی خداست، هنوز به او وحی میشود، هنوز به او وحی میشود. در کار حکومت خودش رو تسلیم آراء مردم میکنه. فکر کنید مردم،
فکر کنید مردم. کسی که نه اینکه نبی بازنشسته باشد، نبی فعال است، نبی معتبر است، هنوز رسالت او دوام دارد و دریافت وحی می کند این شخص از منشأ انزال، از منبع انزال وحی دریافت می کند این شخص در مقام رسالت، در مقام نبوت. این شخص می ایستد، نبی در مقام نبوت نیست، در مقام یک انسان معمولی، به مردم می گوید که من شغلم و کارم نبوت است، شغل دائمی هم نیست. همیشه که به پیامبر وحی نمی شده، هر وقت وحی می شده شغل اون نبوت می شده. می گوید مردم برای خودتون یک سرپرست سیاسی انتخاب بکنید، یک حاکم، یک رئیس جمهور، یک پرزیدنت برای خودتون انتخاب بکنید. من به موجب حکم خدا رئیس جمهور شما نیستم. چرا به این موضوعات توجه نمی کنید؟ چرا به این موضوعها فکر نمی کنید؟ برای اینکه نمی خواهید که به راه راست هدایت بشوید، برای اینکه نمی خواهید به نتیجه مثبت برسید. ولی نتیجه مثبت این است که پیامبر داره به اینها میگه که حکومت سیاسی روی زمین از طرف خدا نمی آید. مردم، اگر خدا به محمد با مقامی که محمد داشت، من راجع به مقام بشریش صحبت می کنم، هیچ انسانی به حد کمال، به حد کمال و شرافت محمد در زندگی نبوده است، در دنیا نبود، در تاریخ نبود، اصلا به نبوتش کاری نداریم، به رسالتش، شخص خودش، شخص محمد، پسر عبدالله، به این شخص در مقام نبوت خدا اجازه حکومت سیاسی از طرف خودش نمیده. میده؟ یعنی خدا او رو حاکم کرده بود، باز اومد به مردم گفت من انتخاب کنید؟ یعنی خودش رو مسخره کرده بود، خدا رو مسخره کرده بود، یا اینکه اجازه حکومت نداشت؟ اجازه حکومت نداشت. رسول اکرم، خاتم الانبیا، مفخر موجودات، تتمه دور زمان، افتخار همه دورانها، چنین انسانی که نبی و رسول هم هست، این میگوید که من از طرف خدا فرمان حکومت ندارم، برای اینکه حکومت فرمان ندارد و خدا در کار حکومت دخالت نمی کند. خدا من محمد رو حاکم شما قرار نداده مردم. ولی پادشاه عربستان رو نماینده کرده، چون او البته از محمد بالاتر است. محمد کیست در مقابل او؟ چنین شخصیتی خودش رو تسلیم می کند. اصلا قرار هم نبوده که او حاکم بشه. دعوت نکرده از مردم رو که مردم بیاین به من رأی بدین. گفته مردم من تا امروز هم در حال جنگنده، هم در حال دفاع کننده، هم در حال فراری، هم مهاجر، هر چه اسمش رو میذارید، تمام عمرم به بدبختی و گریز بوده. تمام مدت میخواستن منو بکشن، هلاک کنن و فرار میکردم از اینجا به اونجا. 10 سال در همین مکه جان کندم و کمتر از 80 نفر مسلمان شدن. یه تعدادشون هم کشتن، بقیهشون هم فراری دادن، آخر هم خودمون میخواستن بکشن، فرار کردم. من چنین دورانی رو گذراندم مردم. الان مکه فتح شده، امنیت و آرامش نسبی فراهم شده. هرگز در این مدت فرصت نبوده که حکومت تشکیل بدین. چه حکومتی تشکیل بدین؟ الان وقت تشکیل حکومت شده و شما باید دارای حاکم باشید، شما باید دارای رئیس جمهور باشید، شما باید دارای پرزیدنت باشید،
شما باید شورا داشته باشید، شما باید دادگاه داشته باشید، شما باید مجری داشته باشید. مردم بیاید اینها رو انتخاب کنید، نگفت منو انتخاب کنید. طبیعی بوده که محمد همه چیز مردم بوده، البته که او رو انتخاب میکنن، ولی انتخاب میکنند، خدا او رو انتخاب نمیکنه. چون حق حکومت سیاسی حق خدا نیست و خدا این حق رو به مردم داده. این است که مردم جمع میشن و در جایی که زن رو تا 10 سال پیش تا 15 سال پیش از اون به ارث میبردند، حتی تا زمان فتح مکه، یعنی 1 سال قبل از این ماجرا، 6 ماه قبل از این ماجرا هم مشرکین مکه با همون قوانین زندگی میکردن، مادر خودشون رو به ارث میبردن. خیلی هم فاصله نداشته. بعد از اینکه مکه در واقع فتح میشه، اکثریت قریب به اتفاق مشرکین اسلام رو میپذیرند و ای کاش نمیپذیرفتند، برای اینکه همین مسلمانان مکی هستند که اسلام رو به این زوال امروزی مبتلا کردند. همانها هستند که هنوز مشغول انتقام گرفتن از اسلام هستند. همین حکومت یزیدی است که تا امروز ادامه داره. میدانید یزید به موجب همین تاریخی که حالا ما از قرآن آمدیم بیرون، حالا وارد تاریخ شدیم، به افتخار وجود همین مفتی که این زن رو اعدام نکرده، حالا باید پول جمع بکنیم جایزه ای هم برای ایشان بخریم. وقتی که میگن در ماجرای عاشورا به یزید خبر میدن که بالاخره حسین کشته شد، خب کشتن حسین هم کار آسانی نبوده و اینا، بالاخره اونم طرفدارانی داشته و نفوذی داشته و هر چی، بالاخره کشته میشه و به یزید تبریک میگن که بالاخره این آدم اسیانگر طاغی شرور حکومت به هم ریز طاغی یاغی کشته شد، الحمدلله که خب شرایط آماده شد برای همه. جمله معروفی داره یزید که در تمام تواریخ نوشته شده که میگوید امروز ما انتقام خودمون رو از کسی گرفتیم که ما رو به بردگی و بندگی کشید. منظورش قبول اسلامه، که ما برای اینکه جانمون نجات پیدا بکنه، جد من، پدر بزرگ من، از دست همین محمد مجبور شد که از مقام فرعونی خودش پایین بیاد و قبول اسلام بکنه، پدر معاویه. و امروز من در مقام نوه اون شخص انتقام او رو از نوه همون شخص گرفتم. من نوه کسی هستم که انتقام پدر بزرگ خودم رو از پدر بزرگ همین آدم میگیرم. ما 2 تا نوه هستیم از 2 نسل مختلف، از 2 فامیل مختلف، که انتقام میگیریم ما از مسلمان ها و از اسلام. و امروز که حسین کشته شده، این انتقام گرفته شده. انتقام از کی؟ انتقام از محمد، انتقام از پدر بزرگ همین حسین. و این حکومت انتقام از اسلام، همین حکومت انتقام از قرآن و اسلام تا امروز بر دنیا حاکمیت میکنه. من در اینجا بحث شیعه و سنی نمی کنم. من بزرگترین توهین به امام حسین رو این می دانم که به او بگوین شیعه بوده. توهین و زشتگویی از این بیشتر در دنیا وجود نداره. که به علی بگوین شیعه بوده یا به حسین ابن علی بگوین که شیعه بوده، این جنایته. یعنی اینها رو هم مشرک اعلام بکنند. اینها موحد بودند، اینها فرقه نداشتند،
اینها فرقگر رو که محاربه با خداست، هیچ کدام اینها فرقساز و فرقگر نبودند، اینها مسلمان قرآنی بودند. این مسلمان قرآنی حسین ابن علی که با افترا به او، او رو فرقه ای معرفی کردند، در مقابل اونها ایستادگی میکند. حالا بحثم بحث عاشورا نیست، بحث من بحث یزید است که میگوید ما انتقام گرفتیم از نوه کسی که این اسلام رو به زور بر ما تحمیل کرد. اون حکومت انتقامی و اون اسلام افترایی تاریخی انتقامی 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 از امویان به عباسیان میرسه، چه میدونم به فاطمیان میرسد، تا امروز که ما با اسلام مواجه هستیم، اسلام انتقامی یزیدی بر دنیا حاکمیت میکنه و مظهر این حکومت یزیدی همین حکومت عربستان است. هنوز مشغول انتقام گرفتن از قرآن و اسلام هستند. خدا را به شهادت میگیرم که ممکن است اشتباه بکنم، ولی با تمام وجود به آنچه که میگویم با صدق کامل ایمان دارم، یعنی اعتقادم رو بیان میکنم و نتیجه 70 سال مطالعه خودم رو دارم با شما در میان میگذارم. دیر یا زود همه ما از این دنیا میریم. من هم چیزی از عمرم باقی نمانده، چیزی هم نمیخواهم، احتیاجی هم ندارم. نه من میخواهم شغل سیاسی بگیرم، نه شغل دولتی بگیرم، نه رهبر باشم، نه انتر باشم. من اصلا هیچ کدام اینها رو نمیخواهم. من همین رو میخواهم که هستم، که هستم. بنابراین من احتیاجی ندارم که از کسی حمایت بکنم، به کسی انتقاد وارد بکنم. من نه از پادشاه عربستان میترسم، نه از پادشاه فعلی ایران میترسم که پادشاهی خودش رو زیر نام ولی فقیه پنهان میکنه. من از هیچ کس نمیترسم. بنابراین اون چی که میگویم تصور میکنم که صحیح باشد. استنباط خودم رو با شما از تاریخی که همین مردم نوشتن دارم با شما در میان میگذارم. چون در حکومت یزید که خودش گفته حکومت من حکومت انتقام از اسلامه، گفته یا نگفته شما مورخین که میدانید، یا این هم رد میشه؟ آیا از این حکومت انتقام از اسلام چه تغییری تا امروز ایجاد شده که این حکومت انتقامی نیست دیگه؟ همون حکومت داره ادامه پیدا میکنه دیگه. آخه این کارهایی که اینها میکنن، اینها انتقام از قرآن، انتقام از اسلام، انتقام از رسول اکرم نیست؟ پس چیست؟ آیا این عدالت اجتماعی است که نزدیک 80 هزار میلیون دلار خرج یکی از خانه های همین شیخ نشین های خلیج فارس باشد؟ این عدالت اسلامی است؟ این قرآن شماست؟ این اسلام شماست؟ همین ها هستند که اسلام رو بر باد دادند، همین ها هستند که اسلام رو در دنیا به لجن کشیدند و هنوز هم دست بر نمی دارند. در همین حکومت عربستان چندی پیش یک زنی رو دستش رو قطع کردند و در اخبار آمده بود که چون دیده بودند که این زن نمیدونم با یکی دست داده چه کار کرده و اینا، دستش به دست مرد خورده، مرد اشکالی نداره البته، ولی دست این زنه رو بریده بودن. این موضوع همینطور تو ذهن من بود و فکر میکردم خدایا این در این شیخ نشین های خلیج فارس مثلا شیخ شارجه با کسی دست نمیده، لابد اگه دست بدن میفرستنش عربستان که دستشو ببرن، ولی شیخ دبی اون با همه دست میده با زنها، یعنی قرآن اون با قرآن اون یکی فرق میکنه.
ولی در عربستان این کار جرمه و حداقلش اینه که دست اون شخص رو باید ببرن. این همینطور تو ذهن من بود و گیج بودم دیگه، همینجور میچرخیدم دور خودم که ما چند تا قرآن داریم، چند تا اسلام داریم، این چه شرایطیست که ما درگیر شدیم. گذشت و این آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند و به هر حال حالا ایشون هم داستانشون مربوط به خودشونه و اولین کاری که کردند و واجبترین کاری که کردند برای انتقال حکومت اسرائیل به بیت المقدس مسافرتی کردند به عربستان که رضایت و حمایت عربستان رو هم داشته باشن و به دستبوس پادشاه عربستان رفتن و در اونجا فیلمش هست. حالا این اپراتور جدیدی که ما برای بعضی از روزها کمک محمد گرفتیم و این دوتا با هم دیگه خیلی جور هستن، برای اینکه اسم یکشون محمد، اسم یکشون امینه و محمد امین یا امین محمد همش خوبه. ایشان انشالله بیشتر تمرین میکنن و همینطور ما دفعتن واحده و فلبدیهی که یک چیزی میخواییم بلافاصله پیدا میکنن و برای ما میگذارن. حالا یه خورده به اخلاق ما آشنا میشن، این کارها توسعه پیدا میکنه و بهتر میشه. که فیلمش هست که آقای عربستان نشسته، آقای عربستان و آقای ترامپ هم نشسته، خود همسر شیخ وجود نده، همسر پادشاه جای دیگه است، در همسران پادشاه در حرم خودشون هستن. دختر آقای ترامپ و همسرشون سرکار دیگه که هرچی اسمشون هست، ایشان نشسته بودن کنار شوهرشان، دخترشون هم اون طرف، داماد مقبولشون هم آقای کوشش اون طرف نشسته بود و بعد پادشاه عربستان در کمال وقاحت و بیشرمی و بیشرافتی همون کاری رو کرد که برای انجام اون کار چهار ماه پنج ماه پیش دست یک زن رو بریده بودن و دست مرد خورده بود. خیلی سنگین و رنگین و خوب دست داد با سرکار خانم دیه ترامپ و بعد همینطوری که دستشون در دست هم بود با هم نشستن جلوس کردن روی مبل. فیلمش رو ببینید آن و اصلا لازم نیست حرف منو باور کنید و شاید مدت 30 ثانیه، 35 ثانیه، 40 ثانیه دست این خانم لطیفه ظریفه هرچه در دست این مرد محترم بود که نماینده خداست و رضا نمیداد که دست اینا رها کنه. و خب انقدر خوب بود این ماجرا و مفید که کار به اینجا کشید که 1 میلیارد دلار به این خانواده آبرودار کمک کرد. فقیر هستن دیگه، باید کمک بکنه به اینها. فکر کرده بود که این 1.2 میلیون کودک آواره برمه‌ای در سخت‌ترین شرایط موجود در بنگلادش زندگی میکنن. خود بنگلادش مردمش در سخت‌ترین شرایط هستند. اینها سخت‌ترین بر سخت‌ترین هستند که بین آب و خاک زندگی میکنن، که خاک هم زیر پای اینها نیست، رو باتلاق باید زندگی بکنن. البته اینها احتیاجی ندارن، که اینها رو برکتش رو خدا میده. خانم ترامپ احتیاج به 1 میلیارد دلار پول داره. 1 میلیارد میدونید چه؟ در افغانستان با 1000 دلار شما یک چاه میزنید که 1000 نفر در روز از این چاه آب میخورن. درست میشنوید؟ شما با 1000 دلار منبع آبی تأمین میکنید در این کشور خشکسال افغانستان که سطح آبها هم روز به روز پایین تر میره و خشکسالی بیشتر میشه. 1000 نفر با 1000 دلار 15 سال آب مجانی میخورند. 1 میلیارد دلار 1 میلیون چاه میشود. 1 میلیون چاه میشود هر کجا که بزنند. و اگر حساب بکنید که
هر کدام از این چاه ها 1000 نفر رو آبیاری میکنه و مشروب میکنه، 1 میلیارد انسان با این مبلغ پول می توانستند که آب آشامیدنی داشته باشند. ولی البته صلاح نیست که داشته باشند. آب چی اصلا بخورن؟ اینها باید دعا بکنند و بعد هم بمیرند. این اسلام است. اسلام یعنی همین، اسلامی که من حکم میکنم زیر این شمشیر. امروز با دوستی صحبت میکردیم و میگفت این شمشیر نمیدونم 17,000 دلار، 17 میلیون دلار، یه رقم 17 شنیدم، آره بعدا ازش میپرسم که خبر غلط نداده باشم به شما. در کشور عدالت پرور انگلیس این شمشیر رو ساختن و این شمشیر در واقع از دست ملوکانه حضرت پادشاه تبرک شده و داده شده به این فامیل محترمی که شغل سربریدن رو دارند و باید به اونها جایزه داد که هنوز بعد از 3.5 سال سر این فعال سیاسی، این زن بیچاره رو نبریدند. مقصود این که بعد از اینکه حکومت به این ترتیب در زمان رسول اکرم، حکومت سیاسی متکی به آراء مردم است و او میگوید که حتی محمد هم اجازه حکومت از طرف خدا نداشته است. اگه داشته است چرا پس به مردم گفته بیاین به من رأی بدین؟ از اتاق فرمان به من خبر میدن که عکس جناب پرزیدنت آمریکا و همسر مقبولشون با پادشاه مقبول عربستان، نماینده قرآن، نماینده اسلام، کسی که بر خلاف اینکه قرآن به پیامبر میگوید اجازه فتوا نداری، به ایشان گفته است که هم اجازه فتوا داری هم اجازه تعیین مفتی داری. همون خدا به ایشان گفته، گفته خدای تو پس به محمد گفتی که اجازه فتوا نداره. گفته اون محمد بود، محمد فقیر بیچاره پابرهنه. تو هم اگر پابرهنه و فقیر بودی ممنوع میکردم تو را از فتوا، ولی ماشاءالله با این شرایطی که تو داری من خدا هم جرأت نمیکنم به تو چیزی بگویم. نه تو اجازه فتوا داری. گفته آخه ما فرصت فتوا نداریم، ما گرفتار حرم هستیم بار الله. گفته خب اشکالی نداره، شما میتوانید که هم اجازه فتوا دارید هم تعیین فتوا بکنید. شما هم قادر هستید هم قدیر، هم دارای قدرت هستید هم دارای انتقال قدرت هستید، حق انتقال قدرت دارید. یک نفر تعیین کن جانم، خدا به ایشان گفته. این حرفا چیه؟ شما احتیاج وقت نداری؟ نکن این کارو. یک مفتی تعیین کن، مفتی که کم نیست، یه مفتی تعیین کن و بگو به جای خدا، یعنی به جای من تصمیم بگیرد. هیچ احتیاجی نه به قرآن است، نه به غیر قرآن، نه به استنباط. اصلا تمام این قوانین رو بذار زیر پاد، یک مفتی انتخاب کن، هر کاری که این مفتی خواست بکند بگوید که شریعه، درست هم تلفظ کن، عین رو از دندان ششم پایین تلفظ کن، همه کارها درست میشه. چرا این زن رو اعدام میکنید؟ شریعه. چرا اون مرد رو اعدام میکنید؟ شریعه. چرا دست نامحرم زن رو، نامحرم و محرم در فرهنگ شما دارم عرض میکنم، آقای مفتی، آقای پادشاه، آدم ها حیوان نیستند که با تماس دستشون به هیجان بیان. شما قیاس به نفس میکنید، شما غرایز حیوانی خودتون رو با غرایز انسانی مقایسه نکنید که میکنید بر مبنای همون فتوا میدهید. حیوانات هم فتوای شما رو نمیپذیرند چه برسه انسان. ولی خب در سایه شمشیر، در سایه نفت، در سایه خیانت، در سایه حمایت قدرت‌های استعماری جهان، اسلام به همین روزی میافتد که افتاده است. اینها رو من به عنوان مبارزه سیاسی با شما انجام نمیدهم. من کی هستم که با شما مبارزه سیاسی کنم؟ من ممکن است احمق باشم ولی نه تا این حد. من میفهمم که من پشیزی هم در مقابل قدرت تو نیستم، اما اگر من یک نفر رو بیدار کنم،
یک نفر رو بیدار کنم، من به مراد خودم رسیدم. من نزد مولای خودم رو سفید خواهم بود که نه هراسیدم، نه ترسیدم، رشوه قبول نکردم، حمایت قبول نکردم و سخن بر حق گفتم. با فقر و تنگ دستی و خطر زندگی کردم و رشوه و خودفروشی و قرآن فروشی و محمد فروشی نکردم. حتی یک نفر اگر هدایت شده باشه با قرآن، با انعکاس تعالیم قرآنی، من به مراد خودم رسیدم و من نزد مولای خودم رو سفید خواهم. اون چرا که ما امروز شاهد آن هستیم محدود به پادشاه عربستان و شیخ نشین فلان و اینها نیست. ما با یک جامعه ای طرف هستیم که یا ظالم است یا قبول ظلم می کند. این همه که بحث ما از مجرای اصلی خارج شد به خاطر اینکه یک آدم فهمیده دانشمندی متوجه نیست که این کشور افغانستان برای این به این روز سیاه افتاده که اشغال همین عربستان است. اون وقت میگوید اگر که این قوانین شدید و قلاز و شداد وجود نداشته باشه که خب عربستان هم که افغانستان هم تبدیل میشه به عربستان، تبدیل میشه به افغانستان. اینی که عربستان عربستان مونده و مثل افغانستان نشده، بیدر و پیکر نشده، برای این است که همین مجازات ها را انجام میده. مردم میترسن، آدم شدن، سرشون به کارشون. سخن من این است که ما در این مدار و در این مسیر بایستی که به قرآن مراجعه بکنیم، چون همه این بحث هایی که من کردم همه اینها زیادی بود، فقط برای این بود که ما متوجه بشیم وقتی از قرآن ما خارج میشیم به چه منجلابی و به چه گرفتاری هایی روبرو میشیم. برگردیم و به قرآن مراجعه کنیم و در سایه قرآن به نصایحی که قرآن به ما کرده دسترسی پیدا بکنیم. همسر من یک مطلبی نوشتن و اظهار وحشت کردن و گفتن من میترسم. میخواستید یک شوهر دیگه انتخاب بکنید که نترسید. همین است. روز به روز صدای ما رو بیشتر میشنوند و روز به روز خطر برای ما بیشتر میشود. یک بار آدم به این دنیا میاد، یک بار هم از این دنیا میره. و من تحت هیچ عنوان تا آخرین قطره خون که در بدن دارم از حق و حقیقت به زعم خودم در حد شعور کمی خدا به من داده خارج نمیشوم و من با واژه ترس اساسا آشنایی ندارم و معتقد به وجود آخرت هستم و معتقد به بقای روح هستم و این دنیا رو یک منزل عبوری بیشتر نمی بینم، یک مسیر کاروانی می بینم که همه ما از یک نقطه شروع کردیم، نبودیم که ما در این خاک من بودیم، به این خاک وارد شدیم و خودم عبور می کنیم و این جسمی رو که از خاک گرفتیم به خاک تحویل می دیم و با روح منزه به این سفر ادامه می دیم. شاید دنیاهای دیگه از این دنیا بهتر باشد. از اتاق فرمان تقاضا میکنم که دقایق کوتاهی اگر امکان داره، امروز این شرایط جسمانی ما نظم کار اتاق فرمان رو هم به هم ریخته و مرتب انرژی تحلیل میره و امکان کمتر میشه. دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، باز میگردیم.